السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا جميعا على سيدنا المختار صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. نخص سما صميمون ترين تمنيات وتحيات خيش را خدمت تك تك بزرگوارا دوستا برادرا و همشيرا خوش تقدیم میدارم. ثانيا واقعا که جشنواره اعطای جوایز و یا هم تقدیر از رسانه‌های برتر افغانستان در سال 1422 واقعا که یک ابتکاری بسیار بزرگ و ابتکاری که انشاءالله در بخش مطبوعات بر رسانه‌ها بر ژورنالیست‌های محترم کشور و سایر جهت‌هایی که در این قسمت مسئول هستند، مثلا سخنگویا و مسئولین مطبوعاتی مرسلامی افغانستان، برای کلشان یک روحی جدید است که برادرایی که شبانه روز تلاش میکنن، زحمت میکشن، ارزش ها را در نظر میگیرن، واقعا که همیشان قابل تقدیر است، تک تکشان قابل ستایش و تقدیر است، ولی کسایی که امروز تقدیر میشن و جوایز براشان اعطا میشه، ما قبل از همه براشان تبریک و تهنیت عرض میداریم و امیدوار هستم من متعهدی که یک مسلمان، یک افغان، یک کسی که برای وطنش خدمت میکنه ارزش ها را در نظر میگیره، برای منافع کشور شبانه روز تلاش میکنه، انشاءالله که تعهد ما و شما دیگر هم بیشتر شوه. و یک نکته قابل ذکر میدانم، چنانچه بهیر صاحب گفت، پگرد او مشترک، واقعا که رسالت انعکاس حقایق و واقعیت ها و موضوع یک ژورنالیست، یک رشته پاک و برتر است که همون تقدسات و ارزش ها را در نظر گرفته، انشاءالله همه ما و شما، نه تنها خبرنگارا بلکه همه مسئولین مطبوعاتی، من و شما متحد هستیم که با مشترک همین رسالت مشترک را انجام بدهیم. ما هم عضو همین خانواده خود را میدانیم و همیشه کوشش ما ایست که حقایق باید انعکاس پیدا کنه، حقایق زمینی البته، طبق واقعیت ها، طبق ارزش ها، منافع همیشان لازم است. طبعا ما محدودیت های خود را داریم که در اون محدودیت ها ما و شما میتونیم که فعالیت های خیلی را داشته باشیم. بنابراین ما هم میگویم که فعالیت و رسالت مشترک است. انشاءالله شبانه روز همه ایمان دوش با دوش یک دیگر تلاش خواهیم کرد. و چنانچه کاکازاده صاحب گفت که رسانه محترم، ژورنالیست های نهایت عزیز و محترم که امروز به خاطر منافع کشور، به خاطر ارزش های کشور امروز در افغانستان زندگی میکنن و مبارزه میکنن به خاطر انعکاس حقایق و واقعیت ها قابل تقدیر ستایش است. و ما هم درک میکنیم که واقعا کسایی که امروز در افغانستان هستن و با وجودی که فرصت ها برشان مساعد بود که باید خارج میرفتن، ولی امروز در وطنشان هستن، به خدمت وطنشان، ملتشان، به خدمت ارزش های دینی و فرهنگی و معتقدات شرعی و عقیدوی ما شما امروز خدمت میکنن. واقعا که تلاش میکنن شبانه روز، تلاشی از قابل ستایش است. ما هم انشاءالله که کوشش میکنیم که همچنان برنامه های را ایجاد کنیم که هماهنگی و همغگی بیشتر ایجاد شود. واقعا چه همغگی یا دیر مهم اصل دی چی در هر اداره که ایجاد سی، واقعا در اداره او مدیریت یا مهم و اساسی بنیادون سخه همغگی دی. نو تا چی او فرصت ایجاد سوی دینن یو بل سره مشترک ناست لرو، یو بل سره تعارف لرو، کوشش کوو، د یو بل تقدیر کوو، حمایت کوو، دا انشاءالله چې لا هم پیاوړتیا په مطبوعاتي ډګر کې راوړي انشاءالله. او رزو واقعا چې تحول یو ډیر مشکلات ایجاد کړل په مختلفو ډګرونو کې. در هر عرصه ما مشکلات های بسیار زیات را دیدیم، ولی الحمدلله چنانی که سادا صاحب گفت، روز به روز پیشرفت است، روز به روز زمینه خوبی برای رسانه ایجاد میشه که فعالیت کنن، انعکاس حقایق بکنن، تغذیه شون، مواد برایشان تهیه شود، تایی که برای ازیا زمینه کار باشه. مسئولین الحمدلله متوجه هست. در سایر بخشایی که نکاتی را اشاره کردن برادرها، همه مسئولین متوجه هست. وزارت امور داخله، جناب کاکازاس مسئول رابطه عمومی وزارت و بنده همیشان در خدمتتان است و کوشش میکنیم که همین رسالت را مشترکن. ما هم مسئولیت داریم که در این راستا بهترین تلاش ها و بهترین فعالیت ها شود. چند قبل چنان که مجددی سیب گفت، وزارت امور داخله یک ابتکار را کرد که
سخنگوی ولایتی که در حدودی 85 سخنگو که در ولایات فرماندهی امنیه و سایر قطعات و جزیتام های پولیس، موینت ها، ریاست های مستقل و برای اونها الحمدلله یک سیمینار، یک ورکشاپ تعلیمی برایشان داده شد در بخش مطبوعات که در آینده در برتر از مرکز در ولایت چگونه ما شما رسانه را تغذیه کنیم، جورنالیست ها را هم هماهنگی ایجاد شود، برایشان مواد تهیه شود و در هر بخش امنیتی، چون وزارت امور داخلی یکی از ارگان های بسیار کلیدی و استراتژیک کشور است، شما میدانین حجم کاریشان را نیاز دیده میشید که اینا را باید یک ارتقای ظرفیت داده شود تا اینکه خوب خدمت کنه. الحمدلله که استاد اکبرزاده و سایر دوستایی که با ما همگام بودن و کوشش کردن و در قسمت سمینار مواد خوبی را در وقتی کم برشان دادن، انشالله که ما باز هم متعهد را میکنیم به همه جورنالیست ها، انشالله اطمینان میتیم که در مربوطات وزارت امور داخله چی در مرکز باشه چی در ولایت باشه انشالله در خدمت هستیم. هر ممکن تلاش، هر ممکن خدمتی باشه انشالله ما تلاش میکنیم که برشان زمینی خوبی کاری و هم آنگی و همچنان در بخش مطبوعات ایجاد باشه. باز هم اگر کدام کمی گاستی شده باشه، شما به صفت یک مشاوری خوب میتونید که با ما مشوره خوبی داشته باشین. ما همیشه انشالله میشنویم از شما، همکار با یک دیگر باشیم، گفتیم رسالت مشترک است، هم دیگر تلاش میکنیم که یک کاری خوبی ایجاد شود. باز هم تقدیر میکنم نخست به ویژه از جناب مجددی صاحب که جورنالیست های محترم کشور، کادرهایی که ارباب جورنالیسم هستند، واقعا که صحبت در مقابل کسایی که ارباب جورنالیسم و ارباب سخن هستند، امروز جناب محمدی صاحب است و بهیر صاحب است، سادات صاحب است، انورجی صاحب است، وقار صاحب است، همیشون اینا کلشون کادر هستند، همیشه تلاش کرده، باید تقدیر شوه، ما هم تقدیر میکنیم و امیدوار هستم که انشالله در هماهنگی با پالیسی امارت اسلامی افغانستان با ما را هم درک کنن و در همه بخش ها با ما همکار باشن و ما همکاری خود را انشالله ابراز خواهیم داشت. با سلام علیکم و رحمت الله و برکات. استان ټول گزارشونه پیلې کی خدای دې تا غته هر قدم ماجر ور کړی ډېر ډېر مننه. Late News
جایگاه خبرهای متفاوت.